از توابع شهرستان مشهد در 60 کیلومتری شهر مشهد واقع شده در بخش احمدآباد دهستان سرجام. روستای سرغای دارای 450 خانوار جمعیت و جمعیتی بالغ بر 1500 نفر می باشه که خب در تابستان شاید جمعیت روستا از 2000 نفر هم می گذره، به علت این که خب ما اقامتگاه های فصلی هم در روستای سرغای داریم. از دیگر فعالیت‌های اهالی روستای سرغای بحث دامپروری هست که خوشبختانه محصولات خودشون رو در همین روستا از قبیل شیر و ماست و اینها رو فراوری می‌کنن و روانه بازار شهر مشهد می‌کنن که درآمد خوبی رو واسه روستاییان داشته و روستاییان به بحث دامداری و دامپروری که اشتغال دارن واقعاً دلگرمی خاصی رو ایجاد کرده این واسه شون. سال 1370 اینجا به صورت کارکاسری بود، رفتم مشهد شروع کردم به جلوبندی سازی، 3 سال شاگردی کردم، بعد برای خودم مغازه زدم. تقریبا 28 سال مغازه جلوبندی داشتم، آمدم مغازه رو فروختم، آمدم زدم تو شغل دامداری. اول از 3 تا گوسفند شروع کردم، الان نزدیک 400-500 تا گوسفند دارم. طی 8-9 سال خدا توفیق شده گوسفندا رو به ما داده و ما هم داریم جمع میکنیم، راضیم هستیم، هیچ مشکلیم نداریم، خیلی خیلی راضی هستیم از این دامداری، اصلا عشق گوسفند دارم. مشهد مغازه داشتیم، هر روز گیر میدادن، هر روز میخواست جره بس کنیم. الحمدلله آمدیم اینجا تو شغل دامداری زدیم، راضیم هستیم، خدا برکتش هم داده، از شیرش، پشمش، کرش، همه چی استفاده میکنیم و به همه هم مرسیم. هر کی میاد بالاخره شیر میخواد، بره میخواد، گرماس میخواد، هر روز 2-3 نفر میام جوی گلم میگم گرماس بده، بالاخره از همین میشام و دوشیم بهشان میدیم مخورن. خدا هم همونجوری بهش شیر میده و شیر دارن و هیچ مشکلی نداره. الان از برج ده خودم رفتم سرخس، هم امروز آمدم، 4 ماه گستاندم همونجه بودنه. خب نه جیره بهش دادم، نه جوی دادم، نه کوی دادم، نه گندمی دادم. این مردم دیگه بنده خدا تا همین الان جیره بهش دادن، ولی خب اونجا استقامت کردم، رفتم واسیدم، نه مرگی میره داشتن نه چی. این گسفندار باید برج دو ما کل کنیم شو، بوری کنیم، پشماش رو بچینیم، یا پشم زیاد دارن. برج دو میاریم توی رودخانه، یک تلخ میگیریم مبندیم و از یک کنون همه رو تمیز مشوریم شو. همه که تمیز شستیم این روز دیگر 10-15 نفر 20 نفر گسفندچین میگیریم، میریم از یک کنون همه رو میریم پشماش رو میچینیم، بخاطر گسفندار گرم روشتی ندارن. پشمار که از روش آور میداریم گسفند آزاد میشه، مثل آدم برای همون ترتیب میشه، گسفند هم همونجوری میشه، ترتیمیز خوب مرتب، خوب توی علف مخورن و چاق میشن، خوب میشن. پشماش هم بدیم یاد نمد میکنن، نخ درست میکنن، روکش برای صندلی ماشین درست میکنن، برای عصب درست میکنن، از پشماش هم استفاده میکنن، خوبه. از 40 عید ما از گسفندار میاریم دم میکنیم دیگه، ببندیم به دمشق، دم و دوش میکنیم در حدود 2 ماه، شیر میدوشیم و کره میگیریم، کشک میگیریم، خلمه ها سیواین، کلنه ها سیواین، اونه که شیر میدن و اینا دیگه. 1-2 ماه میدوشیم، اگر علف بشه پیشتر میدوشیم. حسین آقا گله را کل کردین؟
آه هم گیرست کل کردیم شد خب پش ماشه به ما میدینه خب برو پش کام بانر چکا کنیم بفرشم شما کیلو چند میدین به ما بلا نمیدن نرخش خب کیلو چنده شما نمید مالیم ما پشما رو میخواییم ببریم نمت کنیم شار اگر بره چوپونای خود تا میخواستین نمت به تا میدیم خب حالا اون مشکل نداره ما بره چوپونا ما نمت میدیم برا ولی خب کیلو چند برمه داری ایره برگو والا ما فی بازار دیگه کیلو 1500 دیگه اگر با ما را بیه که بهتر نه ما پشما برا خیلی تیمیزه پشما مرتبه والا دم شد تحتیمیز خب اب نداره هرچی شما بگین ما اگر پشمش تا خوب بشه ما میخیم این پشم ما غیر پشموی دیگه اینا ما شوفتم تحتیمیز گالگنبول نداره همه تحتیمیز جمع کردن خیلی خوب ما که بیم بگوریم یعنی ما کلی 500 تن از پشموی دیگه گیریم تر برده زیاده دیگه نه خب پشمش خب برو بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی با امید خودت علی یک رد از او بر ویر کن یک رد؟ بله ما پشم گوسفند خود مار میچینیم گوسفند مشوریم بعد که مشویم پشمش هم بریم حلاجی میکنیم بعد میاریم اینجی با پشم بر مبریم مریدیم دم دستگاه بعد مریدیم رو قالب لایه دوم مالی آقای کم نازکتر برسیم در نمد چپونی هفت کیلو ما پشم رو قالب مریزیم هفت کیلو پشم رو قالب مریزیم بعد حدود هر نمدی نیم کیلو که باید روی اینا صابون بریزیم که نمد بشه با هم بچست به این نمد پشم که از قالب در آمد او میشه خامنه خامنه رو مدوزیمش علی آقای عواش بعد روی دوخت او رو پشم میگذاریم با آب صابون ملی میشه بعد خوب میشه درست میشه نمد از قدیم مکنیم درس میخوندیم بعد درس خوندن آمادیم تو کار نمد مالی تو روستای ما اول یک دستگاه بود به نام سید حسن عزیری بابا ما اونجا رفت دستگاه یک دستگاه خیلی تا اونجا یاد گرفت بعد ما پیش دست بابا ما استاد شدیم الان حدود 15 ساله که کار میکنیم نمد مالی حدود 6 سال این نمد باید دستگاه مال بخوره خدا رو شکر بد نیست نمد مالی سال گذشته خیلی خیلی خوب بود الان هم که نمد مالی چون زیاد شده کار ما رونقی نداره الان زیاد نمد نمیخرن الان ما خوش الان دستگاه قروستی ما 25 دستگاه نمد مالی هم این 25 دستگاه الان 5 دستگاه در حال دارن کار فعالان کار میکنن پس که تیر ما که میرسه ما بسمندار مشویم بعد با دوکات پشم ما را میچینیم بعد میاریم اینجا با دستگاه حلاجی میکنیم بعد که حلاجی شد میریزیم به قالب از قالب به مدت یک ساعت توی دستگاه میزنه بعد از که یک ساعت تموم شد به این شکل در میاد در حدود یک ساعت این دستگاه کار میکنه بعد به شکل خامینه در میاد ما قبلا رفت مشهد کار میکردیم دیدم اونجا کارش خیلی رونق خوبی نداره باز آمدیم دنبال همون کار قدیمی پدرمون انجام دادیم همین نمدمالی قدیمی انجام دادیم خدا رو شکر الان یک 3-4-5 سالی که داریم کار میکنیم بدک نبوده خوب بوده یه شاگرد دیگر اینجا رو گرفتیم که هم دیگر کار میکنیم همون بنده خدا واسه خانوادهش نون مبره هم ما الاغونی نون مبره در حدود 2 ساعت این نمد رو مالش میدن مماله بعد نمد درست میشه دیگه قدیم با کمون میزدیم نمدش لطیفتر در میامد از آلان این دستگاه آلان مثل قدیم نمدش در نمیاد دیگه چکار کنیم
این نماده فرشی هم اینا دوخ نداره، اینا همو ساده هم مردیم رو قالب دیگه آب و صابون میزنیم و مندازیم دم دستگاه، نماده فرشی هم گل مندازیم و گلوی خوب و اینا مندازیم، منطقه دوخ نداره دیگه. روز سه تا دو تا نماد ما ممالیم. هر روزی چهار تا نماد اینجا تولید میکنه. این نماد ها همه رو میفرستیم خیامون سرخص، خیامون سرخص میفرستن سمت هرات افغانستان، اونجا میفرستن. هر چی که میفرستیم من توبه جام، توبه هیدریه میبرن فروش دارن، سمت نشابور میبرن. ما فقط نماد چوپانی درست میکنیم، چون غیر نماد چوپانی از ما کسی دیگر چیز دیگر نمیخره. نماد چوپانی فقط فروش داریم. انشاءالله از سال آینده میخوام یه اعتقاد بدم یه شغل این تغییر نماد چوپانی تغییر بدم به نماد فرشی، نماد گلدار. این نماد ما باید تغییر بدیم به نماد آستیندار، مثل نمادهای سنگان خوف الان دارن درست میکنن. اون نماد از نماد ما زیاد مشتری زیاد داره. این نماد ما از برج 8 به بعد دست چپونا میفتن. این نماد برای سرما خیلی جلوگیری از سرما. این نماد، این نماد نباشه چپونا نمیتونه با گله برن. این شب لوی نماد خیلی راحت میتونه به جوی خانه از استفاده کنن، هم علاج بارندگی میتونه استفاده کنن، هم علاج سرما میتونه استفاده کنن، هم جگر چپونی دیگه، مثلا نه که هم مشهد خود ما مثل سرخس موشن از این نماد، افغانستان از این نماد برمن هستن، توبه دیزریه، نشابور، توبه جام از این نماد ما استفاده هم کنن. الان تقریبا 15 سال 20 سال است که ما خمیر پختم. حاج آقا ما مریض هم سرکار نمره انگار همین برس دو و اینا همه رو ما از همین نونوهی یعنی اداره همونم کرده. در زمان قدیم مرفتن با گاب مروندن و مثلا گندم مکاشتن، بعد درو مکردن و اونا درو مکردن خرمن مکردن، بعدم با گاب و گردون، اونا مثل حالا تراکتور نبود، با گاب و گردون مگردوندن و اینا گندم ها را همه را به وسیله اونا پاک میکردن، از این کاو اینا بیرون میآوردن. خلیق مر بیارین خمیرار. بعد روز منا با آسیای آبی بود، با آسیای آبی میبردن گندم ها را آرد میکردن و میآوردن خمیر میکردن، اوناشو خیلی خوب مرم. ما یعنی از این زمان ها بچه بودیم یاد ما نیست، ولی خدا بیامرز مادر ما می دیدیم که مرفتن جو، گندم نبود اون زمان، هم جو جو ها را مرفتن خوب پاک میکردن و مبردن به اسیو آبی دیگه، خوب اینا را آرد میکردن و بعدش می آمدن اینا را دسته بار می گرفتن با این علک، خوب اینا را می گرفتن می بخ خوب سیخ و کاسه و اینا که به زمان قدیم مگفتن اونا بیا برو که یک وقتی نونا به درویت نره دیگه. می آمدن تنور خوب داغ میکردن و تنور پور از همون نونه جو، همون جور مثل کلچه هم فهمی مثل تافتون، همین تنور پور میکردن و سر تنور خدا بیامرزا مبستن، همین که مبستن یک دقیقه یک ربعی که مگذر سر تنور را میکردن،
باش این نونا را همه را مکندن و به همون جور سرخ لالی خیلی خوب. در برنماشم هم که میگرفتن به حساب خود ما اشکینه بلقر تروش، اشکینه کش اینا را یعنی میآوردن از همین نونه جو امریزه مکردن مخوردن اگر بگن اینا هم سر شب درد میام من نمیام. قدیما بله مرفتن که وقتی گندم را درو میکردن نبود که مثلا نداشتن ذخیره، بعد مرفتن خوش میگفتن خوشه مرفتن میکوفتن و باز بعدش اونا را پاک میکردن میآوردن آرد میکردن و اونا را نون درست میکردن او زمانی قدیم. ولی الان تا نسبت قدیم خیلی بهتر رفته. الان مثلا آل گیرون هست، خیلی گیرون هست، ولی باز از او زمانا پرفرون تر. هفته یک مرتبه قدیم نون مپختیم، یک مرتبه مپختیم. بعضی ها که نداشتن مرفتن مثلا کم کم خوشه مکفتن میابردن دور سه روز یک مرتبه خمیر مکردن، ولی اوی که باید بیشتر داشت در هفته یک مرتبه دیگه. ولی الان دیگه نه، الان مثل قدیم نیه دیگه، الان هر هفته هر 20 روز هر اینا یک مرتبه خمیر مونن و فلیزر مگذارن دیگه. روستای سرقای روستایی بسیار خوش آب و هوا و مردمانی زحمتکش داره که در حوزه‌های کشاورزی از قبیل باغداری و کشت محصولات زراعی و باغی خب فعالیت‌های خوب و چشمگیر رو داشتن و بحث از عرضه تولیدات کشاورزی خودشون رو به بازارهای استان، اقتصادنقاط شهرهای استان داشتن. از سپید سرجلو چپس تماشی تاورتوست به اول تت ماشی آخرتا تا از همون لاجورد از سپید دیتوت سرجلو باز دلاکی از سال 46 تا سال 70 به مدت 24 سال بنده بافنده بودم خودم در کار قالی بافی و از سال 70 تا به امروز که سال 1400 هست تو این 30 سال کارفرما بودم، یعنی دستگاه قالی بافی رو کارهای اولیش رو انجام میدادم، بعد کارگرها کار میکردن. در سال 1374 و 75 صنعت قالی بافی تو ایران بسیار پیشرفته بود. تو روستای سرقایه ما شاید حدود 150 تا دار قالی بافی بود و خود بنده حدود 80 تا دار قالی داشتم در سال 74 که دیگه به علت این که بازارها نوسان پیدا کرد مردم از کار قالی بافی رفتن کنار و امروزه دیگه خیلی کم، یک 5-6 دستگاهی بیشتر تو همه روستای سرقایه نیست. اونم زنهای خانه‌داری هستن که قبلا قالی باف بودن، اوقات بیکاری و فراغتشون کار خانهشون انجام میدن. در کنار کار خانه هم یک دستگاه قالی مثلا دو نفر سه نفر، یکی از این خونه یکی از اون یکی از این، میان یک دار قالی بنده براشون آماده میکنم سرپا و میان میشینن مبافن مثلا به مدت 3 ماه 4 ماه 6 ماه. چپ یک تسفید باز سپید شم آخرش سپید لاکی به جو 4 و اول. نزدیک 20 سال ما قالی بافیم، تا وقتی که ازدواج نکردیم تو خونه پدر قالی بافتیم. الان هم دوست داریم شغل قالی بافی رو در کنار دامداری و کشاورزی و
اینجور کارا قالی بافی رو هم انجام میدیم. بیشتر زمستونا برامون بهتره که تو خانه هستیم قالی بافی میکنیم و اینجور کارا راحت تریم. یک نوع تفریح واقعا برامون قالی بافی. سر اول بیتوت بجا سماقی. از بچگی تو روستای سرقایه که ما بودیم در سن شاید 6-7 سالگی بودیم اینجا دستگاه قالی بافی آوردن و قالی بافی به عنوان یک شغل تو روستای سرقایه آمد و اکثر همسن و سالهای بنده چی خانم بودن چی آقا این کار قالی بافی ادامه داشت و این شغل رو انتخاب کردن. یه عده از اینها دیگه وقتی بزرگ شدن از سربازی اومدن هجرت کردن رفتن مشهد، دخترها خانه‌دار شدن و دیگه این شغل قالی بافی یواش یواش داره به اتمام میرسه. یعنی همین مقداری هم که هست همین کسانی که از قبلن قالی باف شدن در سالهای 50 دارن قالی میبافن. امروزه دیگه نه دختر نه پسر هیچ گونه اشتیاق نسبت به این شغل قالی بافی ندارن که بیان قالی باف بشن. تنبم بجا، تتی بجا. وزن شتری بجا، شش به اول. قدیما نقشه لاکی بوده، زمین لاکی، نقشش هم لچک ترنج بوده. الان نزدیک 3 سال میشه این زمین سفید میبافیم. نقشش هم افشونه، خیلی نقشه خوب تمیزی هم هست. که نقشش واضح، همه رنگاش خوب مرتب. واسه بافت هر قالی اگر مثل همین قالی که الان میبافیم 3 نفر باشیم در 3 ماه هر روز ببافیم باز میکنیم، شاید هم زودتر، وگرنه که باز بیشتر برمیداریم. باز شطوری سر اول که تیمین ستا تازه ما عبریه. سر اول این روستا مبدأ پرورش در واقع ماهی هستش، ماهی قزل‌آلا. آبی رو که در واقع استحصال میشه از قنوات و کوسارها قبل از اینکه بخواد در زمینه کشاورزی استفاده بشه در زمینه پرورش ماهی استفاده میشه. تکثیر ماهی و همچنین پرورش ماهی در مزارعی که ما شاهد هستیم باعث شده که این شغل به دیگر روستاهای ما هم سرایت بکنه. خدمتتون عرض کنم من در 25 سال قبل چون با توجه به شغلی که داشتم پیمانکار ساختمون بودم از سرقایه رفتم به سمت مشهد مهاجرت کردم و یک 7-8 سال تو مشهد ساخت ساز کار کردیم، به صد بوشی کار کردیم. بعد با توجهی که سنمون بالا میرفت دیدیم که پا به زاد باد میذاریم و این کار پیمانکاری و کار ساخت ساز و ساختمون برای ما خیلی مشکل هستش، تصمیم گرفتیم که برگردیم به روستا و روستا و زادگاه خودمان که همین سرقایه هستش و آمدیم تو روستای سرقایه و با کمک آقایون شیلاتی و بچه های جهاد خریداری کردیم همین ملک رو خریدیم. بعد با ایشون با راهنمایی اینا آمدیم این استخر رو در 20 و تقریبا الان اولاش 20 سال هستش من تو کار تصفیه پرورش ماهی هستیم و آمدیم استخر احداث کردیم. یک 5-6 سال فقط ماهی پرورش میدادیم، تکثیر نداشتیم. بعد 5-6 سال رفتیم روی تخم چش زده. دو سه نفرم کارگر داریم که میان اینجا کمک میکنن، استخر میشوریم، ماهی جا به جا میکنیم و زمان صید ماهی بارگیری میکنیم و خدمتتون عرض کنم که فعلا شغلمان همی و شغلمان راضی هستیم. افرادی از سرقایه از همه روستا هستن که میگن بریم به تو شهرها کار کنیم زندگی کنیم. واقعا کار تو روستا خیلی زیاده. اگه اینا بشینن فکر کنن باور کن منبع درآمد خوبی تو روستا هستش. حالا ما آمدیم تو بحث پرورش ماهی، افرادی بیان تو بحث گاوداری، تو بحث گوسفندداری، بحث کشاورزی. خدمتتون عرض کنم همین بحث طیور و نمیدونم مرغ و مرغ بومی و اینا و کار سوداور نوناوری داشته باشی و همچی چیزایی تو روستا هسته.
آموزش و فنون اصلی پرورش ماهی رو از شیلات، کارشناسای شیلات برای ما کلاس گذاشتن، دعوتنامه می دادن که آقا بیان که میخواین کلاس بذاریم، یا کلاسای ترویجی داشتن سر مزرعه مختلف، ما بود سر مزرعه ها دور مداد، هم برای ما تفریح بود، هم کلاسی بود، هم آموزشی بود. امروز میشه در این روستا عنوان کرد که ما مزرعه پرورش نمونه ماهی استان رو از طریق جهاد کشاورزی استان به این مزرعه پرورش ماهی در واقع اختصاص داده شده و شناخته شده. یونس ساقی صبح تنیس کردی، حواست باشه قضا و موقع بدی و قضا که دادی اسپلش حوض اول اگر روشن نباشه ماهی ها کم میارن. حواست باشه قضا که دادی اسپلش حوض اول روشن میکنی و بلویر هم روشن بشه. خروجی استخری یک دوی مرتب در هر وقت قضا میدی با همون جارو جارو کن که خروجی آب جریان داشته باشه، که اگر خروجی چیز میشه آب کثیف میشه. ماهی بزرگان زمان قضا میدی سعی کن که قضا رو جوری بدی به همه برسه. اگه قرار بشه قضا رو دست باشگی بریزی احتمال قضا بره به کف استخ هست و ماهی ها پنج تاش مخورن ده تا قضا نمخورن. باید یک دست قضا بدی همه بگیرن و زمانی که قضا تموم شد حتما اسپلاشا روشن کنی. و زمانی هم کسی میاد سر استخ برای قضا برای ماهی مخواد، حواست باشه یا کفش مخصوص خودشه ببوشه بیا سر استخ، یا مگه دوست داره بیان نزدیک نگاه کنه کفش استخ رو ببوشه با کفش خودش که مشکل داره است نباید بیا سر استخ، میگه بره داخل باغ یا از پشت تو بره داخل باغ. الان بیا بره 3-4-5 تا ماهی بگی مشتری داریم الان ماهی میخواد، بره 4-5 تا ماهی برای بنده خدا بگی که الان میخواد بیاد ماهی ببره. این که ما برگشتیم به روستا خدمتتون عرض کنم، بحث تولید رو داشتیم، خیلی خوشحال و خوشبختیم که یک کار تولیداتی تو روستا راه انداختیم و به اضافه که خودم و خانواده خودم تو این کار داریم مشغولیم و کار میکنیم و لقمه نونی در میاریم، 4-5 نفر دیگه از کنار این کار ما دارن سفره پهن نون میبرن کار میکنن و خیلی خوشحالیم که همچی اتفاقی افتاد و ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک تولید کننده کوچکی در روستای سرقایه برای کشورمان باشیم.